و حال می نشینیم پای صحبت های نهمین اشتراک کننده دور دوم رقابتی آیین سخنرانی آقای احمد سعید حق‌سنج. هست آمدن ایشان یک کف بلند به افتخار آقای حق‌سنج. خدا گر پرده بردارد زروی کار آدم ها، چه شادی ها خورد برهم، چه بازی ها شود رسوا. یکی خندت ز آبادی، یکی گریت ز بربادی، یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند قوقا. چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب، چه عابد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا. چه زشتی ها شود رنگین، چه تلخی ها شود شیرین، چه بالا ها رود پایین، چه سفلی ها شود علیا. عجب صبر خدا دارد که پرده بر نمی دارد، واو عجب صبر خدا دارد. سیمان ترین سلام هایم را تقدیمتان می کنم، تقدیم شما عزیزانی که بیننده برنامه ادبمند آهین سخنرانی هستید، به شما دوستان گرامی که با نگاه های پر از عشق و امید قوت دل برایم می دهید. دوستان عزیز، در اولین سخنرانی هم می خواهم در ارتباط به صبر به ویژگی های انسان های صبور برایتان سخن بگویم. صبر یعنی پایداری انگیزه دینی در برابر انگیزه های نفسانی و شیطانی، زیرا فلسفه مهم صبر رسیدن به هدف های عالی هست. انسان برای این که در استفاده از امور خوشایند دچار افراد و زیاده روی نشود و از طرف دیگر از آثار بد امور ناخوشایند در امان بماند، باید به صفت صبر و شکیباهی آراسته شود. همچنان خوشبختی، پاکدامنی، استقامت و پایداری از جمله پیامدها و آثار صبر است و باید گفت صبر ارزش پاداشتان را بیشتر میبرد. ضرب المثل قدیمی است که میگویند صبر تلخ است ولیکن بحر شیرین دارد. دقیقا امین منظور را بیان میکند. خود موفقیت یکی از بهترین نمونه های آن است. موفقیت با دوام زمان میبرد و در نتیجه نیازمند صبر و حوصله است. و خداوند در سوره بقره آیه 45 می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. از شکیباهی به نماز یاری جوید و نماز جز بر فروتنان دشوار و گران است. و همچنان یکی از اوصاف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا می تواند با عنوان الگوی زندگی ما قرار گیرد، صبر و بردباری آن حضرت هست. او در مقابل رنج آی بیشماره چون که استقامت ورزید، در مقابل تهمت آی فراوان، جنگ های متعدد، رنج و زحمت اجرت. پس انسان های صبور دارای ویژگی های خاصی هن کانها را از دیگران متمایز می کند، که اکنون سه ویژگیشان را برایتان تقدیم می کنم. اول اینکه فرد صبور از اشتباهات و ظلم دیگران می گذرد و اهل گذشت است، زیرا خداوند در سوره شورا آیه 43 می فرماید ولمن صبر و غفر این نزال کلمین از مل امور. کسی که صبر کند و ببخشد کار بزرگی انجام داده است. دوم این که فرد صبور در انگام مصیبت ها و مشکلات خداوند را به یاد می آورد و خداوند در سوره بقره آیه 156 می فرماید و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مژده بده به صبر کنندگان، آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آن خدا ایم و به سوی او باز میگردیم. سوم این که فرد صبور در برابر زخم زبان، تهمت و ناسزای افراد جاهل با بردباری برخورد میکند و خداوند در سوره مزمل آیه 10 میفرماید واصبر علی ما یقولون واهجرهم اجرا جمیلا. و بر آن چه میگویند شکیبا باش و به شیوه نیکو و شایسته از آنها دوری کن. دوستان گرامی، چون زمان بیش از این برایم فرصت نمیدهد تا برایتان سخن بگویم، سخنانم را با ذکر سپاس ویژه به پایان میرسانم با امید موفق ادعایتان در تمام عرصه های زندگی. سپاس. چه هدف داشتی از اشتراک در این برنامه؟ هدفم این بود که آنچه که در ذهن دارم به طور آزادانه بتوانم به مردم هرات، مردم افغانستان و بالاخره جهان برسانم از طریق همین بیان فن. سپاس از خودت، امید است به این هدف بزرگت برسی. استاد مشروف عزیز، بگین که آقای حق‌سنج عزیز چگونه سخنرانی کردن؟
مرد باید که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد. واقعا گفته های سعید جان مرد به یاد ای بیت انداخت، موضوع بسیار جالبه، موضوع بسیار خوبی اینا انتخاب کرده بودن، بسیار مقبول آغاز کردن، به یک نتیجه بسیار مناسب او ختم کردن از آیات احادیث و تفسیر های بسیار خوبی استفاده کردن، صدا بسیار خوبی داشتن، حاکمیت مطلق بالای موضوع داشتن، اینا اشاره به صف و استقامت کردن که بسیار اینکه موضوعی که جوان ها بیشتر باید به این توجه خاصه بشتر باشد. به هیچ کدام نقطه منفی به جز یک کلمه متوجه نشدم و پوینت های مثبت بسیار زیاد میشن. فقط اگر در برنامه های بعدی و در سخنرانی های بعدی به یک نواحی سخن آقا تعریض کنم و سخن آقا کمی در صداهای مختلف و متنوعی موضوع بسازم، صد برابر از این هم بهتر میشه. موفق باشه. سپاس از شما عزیز و سپاس از خودت. خودم ای زادگاه بی نظیرم، فتاده عشق تو اندر نفیرم، تو را من بهتر از جان می شمارم، تو را من بهتر از جان می شمارم، و جز عشقت نباشد در زمیرم. سپاس از آقای افسنگ عزیز که با خواهی زیبای خیش مرده نمو مزین ساده.